بخشی از سخنرانی آیت الله خامنه ای که گفته بودند من اشتباه کردم اجازه مذاکرات برجام رو دادم از بیشتر وبسایت های خبری داخلی حذف شده. همراه من رضا حقیقت نژاد عضو تحریریه ایران وایر از استانبول ترکیه هستند. وقت بخیر آقای حقیقت نژاد، فکر میکنید دلیل حذف صحبت های ایشون از وبسایت ها چی بوده؟ فکر میکنید مواضع آیت الله خامنه ای تغییر کرده؟ البته می‌دونید که فردا احتمالاً متن کامل صحبت‌های آقای خامنه‌ای منتشر میشه و دوباره همین جمله من اشتباه کردم در دسترس رسانه‌ها و افکار عمومی قرار می‌گیره. منتها چون اعتراف به اشتباه تیتریه که برخی از رسانه‌ها تبدیل شد و احساس کردند که اون موضع مقتدرانه آقای خامنه‌ای در مقابل غرب که الان یک سیاست دیگه ای رو اتخاذ کرده زیر سوال میره و تحت شعای این اعتراف به اشتباه قرار میگیره، سعی کردن که با حذف اون رو از در واقع تیتر یک رسانه ها بکشن پایین، که به نظر من تا حدود زیادی دیر شده بود و الان این هستش که بیشتر از هر چیزی مورد توجه قرار گرفته. و اتفاقا این هم کلیدی ترین نکته بود در صحبت های آقای خامنه ای، چون با این اعتراف به اشتباه چند تا نکته مهم رو گفت. یکی این که تلاش کرد به قول معروف آب را از سرچشمه ببنده و پرگونه بحث برای گفتگو و مذاکره مجدد با آمریکا رو که این روزها در گوش و کنار محافل سیاسی شنیده میشد راه رو بر این بحث ها ببنده، و در عین حال هم با اشتباه خوندن برجام مخالفتش رو با کلیت رویکرد سیاست خارجی آقای روحانی اعلام کرد. و چون ما میدونیم که آقای روحانی نمیگه برجام اشتباه بوده، میگه که تجربه موفق بوده، ولی این اشتباه آقای ترامپ بوده که باعث شده که برجام تخریب بشه یا ناکارآمد بشه، ولی الان آقای خامنه‌ای میگه خود برجام و رویکردشون توی این مسیر اشتباه بوده. ببینید اون ابراز مخالفت دوبارش که میشه یه نوعی هم گفت لجبازانش با کلیت دیپلماسی و رویکرد دیپلماسی دولت آقای روحانی هم یه نکته مهم دیگه بودش که امروز تأکید کرد. بله، رهبر جمهوری اسلامی در جایی هم اشاره داشت به اینکه ساختار اقتصاد مشکل داره و همش نباید به گردن عوامل خارجی بندازیم. فکر میکنید این صحبت موضوع برخورد با مخلان اقتصادی که خود ایشون بهش ورود پیدا کرده و کلا بحث اقتصاد رو به کدوم سمت ببره؟ البته میدونید که این بحث در دو سال آخر دولت آقای احمدی نژاد مطرح بود، یعنی به دولت آقای احمدی نژاد هم میگفتند که مشکل این عملکرد این دولت هست، به خصوص رئیس مجلس ایران یعنی آقای علی لاریجانی اون موقع چند سخنرانی کرد و همین موضوع رو گفتش که آقای احمدی نژاد هم واقعاً خشمگینانه نشون داد، حتی یه بار آقای لاریجانی رو مسخره کرد، ولی اون زمان آقای خامنه‌ای چنین چیزی نمیگفت. الان ترجیح میده که چنین چیزی رو بگه و بیشتر بنازی گردن دولت آقای روحانی، چون احساس میکنه که فرصت خوبی هستش که این مشکلات رو صرفاً گردن دولت بندازه. ولی در مورد اقتصاد که این مجموع این صحبت‌ها به کجا خواهد رسید، میشه گفتش که تقریباً به هیچ جا جز همون دادگاه‌ها نخواهد رسید. یعنی مثلا شما در لابلای صحبت‌های ایشون مهمترین راه‌حلی که الان مطرح می‌کنن این هستش که نقدینگی رو به سمت تولید ببرید. من قبلاً هم گفتم، الان هم میگم، اقتصاددان‌ها هم میگن، خب همه می‌دونن که باید نقدینگی رو ببرن به سمت تولید، ولی تولیدی که کیفیت نداره در تامین مواد اولیه دچار مشکل هستش، با نوسانات قیمت شدید مواجه هستش، قدرت رقابت نداره و بازار صادراتی نداره و خریدار نداره، مردم چجوری سرمایه‌شون رو ببرن به اون سمت؟ یعنی مردم حساب کتاب میکنن برای سینفتگی که دارن و پولی که در دستشون هستش. و میگه که راه حلی میده که نه خیلی پشتوانه‌ای داره الان در فضای اقتصادی ایران و نه اصلا امکان عملیات شدنش هستش، و روزانه داره 1000 میلیارد تومان به این حجم نفتگی افزوده میشه. اگر این راه حل عملیاتی بود، حداقل یه اندکی دولت میتونست که این کار رو انجام بده. ببینید در عرصه عمل و راه حلات ما میرسیم به نوعی هیچ چیزی وجود نداره که آقای خامنه‌ای بخواد بیاد دربارش توضیح بده، جز همین بحثی که الان مطرح هستش و دستور داده و ما ممکنه که شاهد مثلا برخورد حبس یا مصادره اموال یا حتی اعدام برخی از افراد باشیم به بهانه‌ای که میخوان این بحران اقتصادی رو کنترل کنن. بله، ممنونم از شما رضا حقیقت نژاد که ما رو همراهی کردید.